غزنی با روایت دیگر. در نشست سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی کشورهای اسلامی در سال 2007 قرار بر این شد تا به شهر تاریخی غزنه لقب پایتخت تمدن اسلامی در میان کشورهای آسیایی به گونه رسمی در سال 2013 تفویض شود. موضوعی که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به عنوان افتخار بزرگ برای افغانستان یاد کرد. غزنه این اماکن تاریخی چون هرگ غزنی، مناره های غزنی، قصر سلطان مسعود غزنوی، مقبره سلطان محمود غزنوی، مقبره صنایع غزنوی، تپه سردار و ده ها مکان تاریخی دیگر را در خود جا داده است و در کنار آن غزنی دارای مکان های دیدنی چون باغ پیروزی، باغ 100 هزار، باغ محمودی و باغ 1000 درخت را داراست. اما اکنون با گذشت چندین سال، امروز اعضای مجلس سنا با انتقاد سخت از حکومت میگویند که با توجه به فرصت اندک برای دریافت لقب پایتخت تمدن اسلامی، در جهت مرمت باقی مانده های آثار تاریخی و آماده سازی این شهر کار صورت نگرفته است. با استفاده از این مناسبت، در حکومت افغانستان بخصوص ولایت غزنی باید یک مرکز ایره برای پذیرایی بسازد که او جا برای بوده باش مهمان ها، تدبیر کنفرانس و یک ساختمانی که نماد معماری اسلامی و افغانی باشد، اون باید بسازند. سرانجام پرسش‌های اصلی این است که اهمیت دریافت این لقب برای افغانستان به ویژه پایتخت غزنویان تا چه حد است؟ چرا از امنیت گرفته تا بازسازی کار مؤثر در این شهر صورت نگرفته؟ و در نهایت آیا تا زمان اندک به اعطای این لقب غزنه باستان آماده خواهد شد؟ بیننده بر روایت دیگر به گونه زنده از شبکه جهانی تولو نیوز هستید. آقایان موسا خان اکبرزاده ولی غزنی، میر احمد جوینده باستانشناس، عبدالواسی رحیم نماینده وزارت شهرسازی و مسکن، خانم شاگل رضایی نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان، میهمانان گرانقدر خوش آمدید. آقای جوینده، با شما آغاز میکنیم. جزئیات لقبدهی چی است و چه ممیزات غزنی را در واقع جدا میسازد از ولایت دیگر؟ به نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان تلویزیون شما و میهمانان عزیز شما که با ما هستند. ما بدونیم که لقب غزنی بایستی پایتخت تمدن کشورهای اسلامی دارای اهمیت خاص برای تمدن و فرهنگ اسلام و جایگاه غزنی در ایجاد و انکشاف تمدن فرهنگ اسلامی جایگاه خاص قائل هست. به خاطر است که کشورهای اسلامی در سال 2007 فیصله کردند که غزنی را بایستی پایتخت تمدن کشورهای اسلامی بقبولند و به خاطر از لازم بود که کارهای زیاد باید صورت بگیرد و همیشه معمولا چندین کشور اسلامی در هر سال یکی یا در چند سال یکی از مراکز عمده فرهنگی جهان اسلام باعث پایتخت تمدن اسلامی شناخته بشه. بنا هم غزنی در سال 2007 متاسفانه باید بگویم بسیار با عجله باعث مرکز تمدن و پایتخت اسلامی شناخته شد. با چه ویژگی های معمولا این گونه شهرها به عنوان مرکز تمدن اسلامی با چه ویژگی؟ معمولا یک، با اینکه چه نقشی در طول تاریخ این شهر در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی بازی کرده. دو، چه جایگاهی را در بین تمدن اسلامی داشته و باعث از اینکه پایتخت بزرگترین امپراتوری جهان اسلام بوده و جانب دیگر هم موجودیت ده ها آبدات تاریخی و بناهای اسلامی در شهر غزنی بیانگر از است که غزنی را جایگاه خاصی برش میته تا بتانه باعث پایتخت تمدن اسلامی قبول شود. با خاطر است که غزنی از این جایگاه چی در طول تاریخ، چی در عرصه هنر، ادبیات، تاریخ، فرهنگ، معماری و تمام انواع و اقسام هنرهایی که در جهان اسلام و در تمدن اسلامی مروج بوده جایگاه خاصی را برای خود داشته و تاثیرات غزنی نه تنها در خود غزنی بلکه در کشورهای همسایه، در کشورهای منطقه و باعث بزرگترین امپراتوری تمدن اسلامی جایگاه خاص خود در تمام منطقه داشته. بناهن خود تمدن غزنوی ها بر انکشاف اسلام،
برای گسترش دین مبین اسلام و برای گسترش تمدن اسلامی و ضرورت از اینکه جهان اسلام به اصطلاح باعث یک نقطه امتزاج و تکامل تمام فرهنگ‌های منطقه تبدیل کنه. غزنی امپراتوری غزنی دارای جایگاه خود هستند. آقای اکبرزاده، با توجه به ممیزاتی که ولایت باستانی غزنی داره، برنامه نخستین برای آماده سوزی دریافت لقب پس از 2007 چی بود و کارش به کجا رسیده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه به اشتراک کنندگان میز مداور و به بینندگان محترم تلویزیون تولو سلامات خود تقدیم میکنیم. و طوری که جوینده صاحب گفت که غزنی یک تاریخ بسیار کهن و یک تاریخ بسیار درخشان داره و این سبب این شد که من حیث مرکز ثقافت اسلامیت شوه. تا جایی که ما خبر هستیم و از تاریخ میفهمیم، غزنی جایگاهی که 1050 سال پیش داشت امروز نداره. 1050 سال پیش در غزنی تقریبا به یک روایت 10000 پروفسور بود که برای 500000 شاگرد روجا درس میداد. آسیای میانه فعلی و ترکیه، هندوستان بین عظمت، همه ایشان میآمدن و عزیزا فرهنگ میآموختن، دین میآموختن و به کشورهای خود انتقال میداد. حتی گفته میشه که در عراق به نام سلطان محمود غزنوی خطبه خوانده میشد. پس به خاطر بود که این لقب در سال 2007 به این شهر زیبا و به شهر تاریخی نه تنها به شهر بلکه به کشور افغانستان نصیب شد. این لقب نصیب شد یا نصیب خواهد شد؟ این نصیب شده و اینمی آل وجیبه ماست که تاریخ دنیا و تاریخ ممالک اسلامی ایرا پیرزو کده سر ولایت غزنی و برای افغانستان سر ما فرض است که حق غزنی را مثل که دیگه مردم ایرا من حیث یک مرکز ثقافت اسلامی دانسته حقش ادا بکنیم. متاسفانه باید بگویم که سالهای زیاد فوت شده. حتی ما برتان گفته میتونیم که سال 2007 و 8 و 9 الا تا اوسط ده اینام کاملا زیر خاک بود، کسی از مرکز ثقافت اسلامی یاد نمیکرد. وقتی که ما من حیث مسئول به غزنی رفتیم، بعد از 15 روز ما به جلات ماب محترم رئیس جمهور در سال 2010 در شورای وزیران ملاقات کردیم و ما یک پرسان کردیم که ای ما و ای کابینه، هر کسی که یک قدم خشت سر خشت، سنگ سر سنگ و یا گل سر گل مانده باشه بگوید چرا این لقب عظیم و این نام عظیم به فراموشی سپرده شده. از او روز به بعد به ارتباط غزنی مجالس بسیار زیادی صورت گرفت. اما برای تان امروز که تقریبا 17 ماه ثور سال 91 است، برای تان گفته میتونیم که حکومت مرکزی بدون گپ زدن، بدون مجالس دایر کردن، قدم عملی را نورداشت. اما گفته میتونیم به هموطنان عزیز که در غزنی کار شده، اگر از طریق ارگانهای دولتی کار نشده باشه، ما تانستیم که کمک های دونرها و کمک های پیارتی ها را 5 برابر بسازیم. آقای اکبرزاده، اگر به اصل سوال مراجعه بکنیم، با توجه به گفتهایی که شما نقد وارد کردین به حکومت مرکزی، برنامه نخستین برای آنچه 2013 باید غزنی باشد چی بود و کارش به کجا رسیده؟ نقطه وار اگر اشاره اینا سه برنامه داره که خلاص بگویم که هموطنان عزیز من بفهمه. در سه عرصه باید آمادگی گرفته شوه. عرصه اول ابدات تاریخی است. در حالی که غزنی اضافه تر از 100 ابدات تاریخی داره، اما 34 ابدات تاریخی در نظر گرفته شده بود که 10 ابدات تاریخی کاملا ترمیم شده، برای 10 ابدات تاریخی دیگه کارش تمام شده و اگر پول و پیسه سرازیر شود 10 ابدات تاریخی امسال هم مکمل میشه و سال آینده تا ماه اکتبر وقت داریم. یعنی یک بخش که ابدات تاریخی است ان شاء الله به رضای خدا در صورتی که پول و پیسه باشه این قسمت مکمل در این کار مشکل نیست. بخش دومشان زیر بناست. در زیر بنا 3 پروژه است. یک پروژه برق است، پروژه دوم ابرسانی است و پروژه سوم عبارت از سرک هاست. ما برتان اطمینان میتیم در حالی که مایوسی بر برادرها پیدا نشوه، به ارتباط سرک ها امسال سرک هایی که قیریزی میشه ان شاء الله که 10% سرک ها بر سال آینده نمیمانه. همه کوچه های غزنی کلگیش قیریزی میشه. دی بخش مشکل وجود نداره. دی ارسه هم مشکل وجود نداره. به ارتباط ابرسانی تقریبا ای هم مشکل نیست. تنها مرکز ثقافت اسلامی است که امسال ان شاء الله در آخر ماه ثور کار شروع میشه، ابرسانی مرکز ثقافت اسلامی جور میشه. و در قسمت برق
طوری که ما خبرای خوب میشنویم که انشالله که برق وارداتی تا غزنی میه بله. اگر برق وارداتی نبیایه ما برای غزنی فعلا 1 مگاوات برق داریم. برای سال 2014 بدون برق وارداتی تصمیم گرفته شده، آمادگی گرفته شده که 4 مگاوات برق داشته باشیم و شبکه بعد از 1 هفته و 2 هفته شروع میشه. کی مشکل هم حل میشه؟ این مشکل هم حل میشه. مشکل سوم و مشکل عمده و مشکلی که مراسم در اوجه برگزار میشه او عبارت است مرکز ثقافت اسلامی است. مرکز ثقافت اسلامی 8 پروژه داره. بان که وطن هموطنای ما بشنوه که این پروژه ها هم مشکل نیست، مایوسی به کار نیست. برای 20 منازل رهایشی است. ما برای هموطنای عزیز خود اطمینان میتیم که امسال مکمل میشه. 30 منازل رهایشی 2 منزله است. برای هموطنای عزیز خود اطمینان میتیم که امسال همهشان با پای اکمال میرسه. 1 باب مسجد است، انشالله امسال جور میشه. و طوری که معاون سنا گفت فعلا در اولیشی که او مهمانخانه است، به ارتباط مهمانخانه هم انشالله امسال کار شروع میشه. و جای مهمی که مراسم در اوج برگزار میشه ارتباط میگیره به وزارت انکشاف شهری. امیدوار هستیم در این 4 روزی که ما آمدیم و شب و روز دویدیم امروز وزارت مالیه مجلس داشت. امیدوار هستیم پول و پیسه که رئیس به جمهور وعده کرده زودتر اجرا بکنه که هم وزارت انکشاف شهری بالای پروژه های خود کار شروع بکنه و پروژه ها که برای شما نام گرفتیم روی این پروژه ها کار شروع شوه. امسال مرکز ثقافت اسلامی تقریبا اگر 90% نباشه 70% تکمیل یعنی میشه. یعنی همه چیز تکمیل است در واقع. در واقع که پول و پیسه سرازیر شد. رضایی، یک مسئله که آقای اکبرزاده مطرح کردن در مورد غزنی، همون چند پروژه یا چند بخش، 3 بخش را که اشاره کردن، تقریبا همه چیز تکمیل شده است و به امان اصطلاح هم همه چیز گل و گلزار است. پس این سر و صدایی که مجلس سنا و مجلس نمایندگان بیشتر راه میندازن که هیچ کار در غزنی صورت نگرفته، چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بیننده های محترم و اعضای حاضر در میز فعلی. من فکرم چیزی که والی صاحب یادآوری کردن بخش از خوشبینی ها یا پلان هایی که در سال پیش رو قرار اجرا شوه، یعنی عملا اجرا نشده. بله. یعنی چیزی که عملا اجرا نشده 70% اجرا شده، 30% هم به باور آقای اکبرزاده تکمیل میشه. من میخوام می رقم توضیح بدیم. والی صاحب اظهار آرزومندی کردن که مرکز ثقافت اسلامی شاید امسال تکمیل شوه. آرزومندیم که مرکز ثقافت اسلامی شامل 8 پروژه امسال تکمیل شوه. از جمع 36 آبده تاریخی 10 فقط تکمیل شده. امیدوار هستیم که با آمدن پول به غزنی و انتقال پول به غزنی 10 پروژه دیگر هم تکمیل شود. 10 دیگه هم در حال تکمیل است و 14 باقی مانده هم تکمیل میشه. آقای والی همین لحظه گفتن که در حال تکمیل نه، بلکه در حال اصل پروژه در حال تکمیل است، در صورتی که پول برسه. حال سوال اساسی دیگه که در 7 سال گذشته در سال 2007 هم اگر پول می بود امروز ما 100% شاهد انکشاف بیشتر در غزنی می بودیم. در سال 2008، در سال 2009 و 2010 و 2011 بحث اساسی سر مسئله نبود بودجه در افغانستان و در ولایت غزنیه. ما امیدوار هستیم که می خواهیم با خوشبینی برخورد کنیم که چیزی را که والی صاحب در حضور مردم افغانستان گفتن که در سال پیش رو پروژه مرکز ثقافت اسلامی با به شمول 8 پروژه که در برگرنده کامپلکس مرکز ثقافت اسلامی تکمیل شود، آبدات تاریخی هم به بهره برداری، آبدات تاریخی هم مورد ترمیم و بازسازی قرار بگیره. این آرزوهایی بود که والی صاحب ادعا میخواین که در سال پیش رو داشته باشه. یعنی این چیزی که عملاً به مفهوم آرزو هستن ها یا کار هم صورت گرفته در عمل چیز در وجود داره که پروژه بودجه جدی وجود نداشته باشد در سطح آرزوی گذشته که مردم ولایت غزنی داشته بوده و وکلای ولایت غزنی داشته بوده در سطح آرزو باقی خواهد ماند. چیزی را که من میخواستم سر و صداها، دلیل سر و صداهای اعضای ولسی جرگه و مشران و جرگه دقیقاً همین موریده که توقعی که در سال 2007 تا 2011 وجود داشت این توقع بود که امسال ما حداقل شاهد پیشرفت پروگرام انکشاف غزنی در سطح 80% می بودیم. من مثلا من حیث وکیل غزنی شاید توقعی می بود که 34-36 پروژه پیش بینی شده در بخش آبده تاریخی امروزه فقط حداقل 2-3 پروژه باقی میماند که تا سال 2013 امکان ترمیم و بازسازی 2-3 آبده باقی میماند. خانم رضا، یک مسئله که اینجا به عنوان یک سوال مطرح میشه ای است که اگر در از 2007 تا 2010 کار صورت نگرفته است، پس از 2010 چه کار صورت گرفته است و این چقدر امیدوار کننده است؟ اگر مشکل وجود داشته در کجا بوده؟ ما بحثیم سال 2007 تا 2012 که 2010 تا 2012 که امروز قرار داریم هست. یعنی تا 2012 کار صورت نگرفته. بحث ما اینه که یک مقدار پروژه ها ممکنه در جریان 1 سال 1.5 سال گذشته صورت گرفته باشه، یک بحث پروژه های کوچک. چیزی که مهمه بحث مرکز ثقافت اسلامی که در او روز تعریف کننده
مشخصه های ولایت غزنی در حقیقت تعریف کننده افغانستان به عنوان یک بحث کلی اصلا کار سر صورت نگرفته و این پروژه افتتاح نشده. بنابراین چی یک نماینده مجلس چطور میتونه اطمینان داشته باشه که پروژه‌ای که در جریان 5 سال گذشته تا هنوز به مرحله افتتاح نرسیده در جریان چند ماه آینده که معلوم دار از لحاظ جوی فضا در غزنی طوریه که فرصت زمانی برای کار خیلی اندک. این پروژه را باید چه نهاد تکمیل میکرد خانم رزی؟ وزارت انکشاف شهری. بله. از این جهت من فکر نم نگرانی نمایندگان مجلس، نگرانی اعضای مجلس سنا کاملا بجاست به خاطر از اینکه فرصت انکشاف و بازسازی در ولایت غزنی در جریان چند سال گذشته به حد کافی به هدر رسید. آقای رحیم، پروژه ثقافت اسلامی را که وزارت شهرسازی و مسکن در اوج قرار باشد تکمیل بکنه، چرا کارش به کندی مواجه است؟ به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون ترو. من خدمت شما باید عرض کنم که وزارت امور شهرسازی یک وزارت سکتوری طراح و برنامه ریز است، نه یک وزارتی که خودش ساخت و ساز داشته باشه. البته ساخت و ساز نداشته باشد. میخوام توضیح بدم شما. این حال خوشبختانه وقتی میگین وزارت امور شهرسازی کار ساختار شروع کرده، به این معنی که از اول کمک شما توجه بکنین، این تنها یک کار ساده نبود. مسئله غزنی این در این طرایه های زیاد شد. پروژه های 42 گانه خود آبدات تاریخی، پروژه های 27 گانه زیربنایی همه طراحی شد، دیزاین شد، محاسبه شد، کانسپت ها درست شد، در مجالس رسمی تسلیم تمام مسئولین و وزارت خانه ها شد، بعد دونر کنفرانس ها دار شد به ترتیبی که والی سید بزرگا فرمودن مشکل آمد سر مسئله بودجه و فند. برای عملی ساختن تمام نهادها، تمام وزارت خانه ها باید بخش آقاطه پیش می بردن. در این دونر کنفرانس یک شاهد بزرگ هستین شما، اگه خاطر داشتین والی سید بودیم در وزارت خارجه، از چند 20 چند کشور تمام سفیرها با تشریف آوردن، با علاقمندی علاقه گرفتم، خودم 20 دقیقه پرزنت کردم. متاسفانه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وعده زیادی کردن، متاسفانه یک سنتال نتونستن کسی دونت کنه بی پروژه. بالاخره دولت تصمیم گرفت که باید از بودجه دولت این کارو بکنه، که کار در اول پارساله. وزارت امور شهرسازی بزرگترین پروژه که طراحی کرده که شما به میسر از موات متمرکز شیم که از دگاه فرقی بگذاریم، پروژه مرکز ثقافت است. خود داخل سای اکسپو یا نامی خود سایه که تجلیل مراسم میشه که حدودا 3 کیلومتر در بر میگیره، هم محیط ازی در درون از یک سنتر از بزرگترین کامپلکس کسته به نام مرکز ثقافت اسلامی است که یه حدودا 9000 متر مربع از یک زیربنا داره. بیشتر از 4.5 گیر زمین زیربنای ساختمان است که در این تنها یک سالون بزرگ در وسط به مساحت 1200 متر مربع است. این طراحی و دیزاین از کار ساده نبود، در افغانستان و منطقه و همسایه‌ها بی‌نظیر است و درست است که مرکز اساسی که میهمان‌ها باید امین عزت بشن. ما چی کردیم؟ این پروژه بالاخره طراحی شد، دیزاین شد، محاسبه شد، تکمیل شد که عبارت از هزارها صفحه و نقشه است. بله، توسط کیها این طراحی شد؟ توسط وزارت امور شهرسازی. بله، چقدر پول مالی سرمایه‌گذاری شد؟ اساساً 2 میلیون دلار پیسی بود. 2 میلیون دلار برای طراحی مصرف نشد. 2 میلیون دلار پروژه پیسی بود که به وزارت امور شهرسازی آمده بود، برای حدود زیر 1 میلیون دلار تمام مخارج نقشه و طراحی و معاشات و تمام مسائل لوازم و همه آماده شد. اینا رو آمدیم به قسمت ساخت و ساز. پروژه طراحی و دیزاین شد. حدود 13000 خورده، یعنی بیشتر از 13 میلیونر این خود طراحی خود پروژه میتونه تکمیل بشه با جمع پیسه. در کنار از این کار ساخت و سازش با ساختمانش بله کار ساختمانش به حدود 13 میلیون و چند صد هزار میشه که پروژه تکمیل میشه. پروژه مزاق نیست. اول تن یک گنبد بسیار بزرگ میسی برای 1000 نفر سالون است. در این سنگ نماهای از این همه نماهایی که از سنگ مخصوص منگان کار میشه، دکورهای زیاد داره، بیرون از این درون از این بسیار زیبایی چی داره و یک تعمیر بسیار با عظمت بزرگه، به شمول میهمان، به شمول خود ای اتاقهای از ای و دیوار احاطه از ای و نمایشگاه از ای و به قسمت ای اوضاع نمایشی، این همه کاری است که باید وزارت شهرسازی بسازه. حالا سوال اگر آشیه نرم بیشتر، فکر میکنید که این کار را وزارت شهرسازی تکمیل خواهد کرد؟ مطمئن هستم. من چوارد میکنم وزارت شهرسازی چی کرد؟ خودش خونه میسازه. اون نظر به فرمان مقام خود رهبری دولت تصمیم گرفتن که به صورت عاجل به بزرگترین یک دستگاه ساختمانی که توانمندی داشته باشه بدن، به شرکت‌های خصوصی ندادن. اینجی بود که مقام رهبری دولت تصمیم گرفت به دستگاه ساختمانی بنایی که بزرگترین خود دستگاه ساختمانی افغانستان است به او سپردن از طریق منبع واید. او اما که آمادگی خود گرفت از پارسال شروع سال آماده کار است. چیزی که من کندی کار شده فقط نبودن پیسه و فند است. بله، این در نهایتش این مشکل است که کار را تعطیل ساخته دیگر. دقیقاً همه کار تکمیل شده با این 1 میلیون بالاتر از 1 میلیون دلار، اما آماده پیسه است. آقای جوینده، شما چند صحبت ها را شنیدین، میشه دیدگاه هایتون در مورد گفته های والی صاحب و خانم رضایی و آقای رحیم مطرح بکنید؟
بسیار خوش هستم که ولی سب خوشبین هستن. ولی رضایی سب و رحیمی سب متفاوت هست ظرفای جناب ولی سب. چیز طوری که ما آگاهی دارم برای ما، برای غزنی، برای تجلیل 2013 مرکز ثقافت اسلامی و ساختن تعمیر ارزشی درجه 3 و 4 داره. برای ما چیزی مهم است که از مجموعه 34 یا 36 بنای تاریخی که در غزنی باید مورد ترمیم و مرمت قرار بگیره، بازسازی شوه، احیای مجدد شوه، این مهم است که تا هنوز فقط 7 پروژه تکمیل شده. که از جمله متون سبکتگین است، خوجلای خار است، خوجوردکی است، شهر کن است. ولی هنوز شما ببینید بالای ساری که غزنی در جای خود باقی است. اجازه بدید پروژه گفتن. اجازه بدید باز او جناب جایی که ما معلومات مردم میمسکن. بالای سار غزنی که آلمانا باید باید تکمیل میکرد تا هنوز کار شروع نشده. و کار میفهمید بناهای ترمیم بناهای تاریخی بسیار وقت گیر است. با مخاطر است در زمانی که در حکومت هایی که فساد نبود برای ترمیم بناهای تاریخی فرمانی وجود داشت به نام فرمان امانی. کتابی هیچ نوع قرارداد و پروتکل نبود. فقط ورموس تعهد و صداقت باستانشناس و مرمتکار آبد تاریخی باعث از این میشد که دولت دست باز میداد برای از یادم که کار کنند. ولی متاسفانه از یک جهت اتهام به فساد اداری در دولت افغانستان، عدم ظرفیت کاری در دستگاه دولت افغانستان باعث از این میشه که دونرا پول خود را در اینجا مصرف نکنند. به خاطر است که کارا پس مانده. شما ببینید ایرانی ها وعده کردن که بین هر دو منارا را تکمیل میکنند، ولی متاسفانه تونس کاری انجام نگرفته. کجا است که ما چرا تعهد رو که ایرانی ها در مقابل ما کردن جا. کاری که جرمن ها گفتن بالای سارا باید تکمیل کرد، متاسفانه تکمیل نشده. شما ببین هنوز هم غارت و غصب ملکیت های تاریخی در جوار بناهای تاریخی ادامه داره. هنوز هم یک راپورتاج چند قبل جناب بولیسه و رضایی سب شاید مرا کمک کنند که من اگر راپور مقلد از تلویزیون شما و از تلویزیون های دیگه دادم که هنوز هم غصب زمین های دولتی در محوطه جاهای تاریخی هنوز هم ادامه داره. بنان وقتی که چنین باشه از جناب والی صاحب 10 پروژه گفتم، قراری که من معلومات گرفتم 7 پروژه تکمیل شدن، ولی در ظرف کمتر از یک سال دیگه ناممکن است که ما 24 یا 25 پروژه دیگر به خاطر ناممکن هست. ناممکن است، من به تمام لازم میگم به خاطر که هر خشت چیزی که وقتی که شارده از بین رفته جایز خشت نوید ما بیاریم، مطمئن میبینیم که پشت از خشت دیگه چیز خواهد برآمد. ممکن ما پیشبین باشیم برای تعویض 2 خشت و در مجموع ببینیم که در رقیب ازی 10 خشت باید تعویض شود. بنان کار بسیار وقتگیر است، هنوز فرصت کافی برای ازی وجود ندارد. بسیار چیزی که بسیار عمده است. ما باید جامعه جهانی را معتقد بسازیم که سر از جانب دیگر بیاین با صلاحیت جناب والی سه موافق هستین، باید که ما در مورد قراردادهایی که به شرکت ها داده بشیم فقط به حساب شرکت های ساختمانی نباشه. ما باید قرارداد داره که در این ارتباط ترمیم بناهای تاریخی میتیم طوری باشه به اویده از اون مؤسسات و ادارات بتیم که اینا تجارب ترمیم کارهای آبدات تاریخی رو داشته باشه. کاری که نشده بابا، کاری که نشده متاسفانه. من براتون بگم که یک از دوستای من خدا بیامرزش که در ایراد بودن، اونا یک دستگاه ساختمان داشتن چند پروژه تکمیل، ولی اونا امروز وجود نداره در بین ما، از بین رفتن. ولی متاسفانه تجاربی از او در این اداره وجود نداره که بتونه بناهای تاریخی را چکن. بنا ضرورت است کمی از جناب والی صاحب است و رضایی صاحب است و نماینده وزارت محترم شهرسازی است. ما به شما پیشنهاد میکنم بنا یک آدم مسلکی که از همین لحظه شما سری قراردادهایتان توزیع قراردادهایتان طوری کنین که چون وقت بسیار کم است، ظرفیت ها بسیار محدود است، بنا این قراردادها را برای کسایی بدین که توانندگی ترمیم بناهای تاریخی را در مدت کم داشته باشند. بیننده با روایت دیگر از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز هستید. فساد باعث ازی شده که نهادهای کمک رسان نخواهند کمک بکنن. غارت جاهای تاریخی از سوی افراد ناشناس. پروژه هایی که تکمیل شده است 10 پروژه به بار والی غزنی نه، بلکه این 7 پروژه است. تکمیل کار به بار آقای جوینده دیگر ناممکن است و این کار مرمتکاری آبادات تاریخی به افراد متخصص داده نشده است. پس از میان برنامه کوتاه والی غزنی پاسخ خواهد گفت. باز هم خوش آمدید. بیننده بر روایت دیگر از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز هستید. موجودیت فساد باعث ازی شده تا کمک کننده ها دیگر کمک برای مرمت آبادات تاریخی و آماده سازی غزنی انجام ندن. غارت آثار تاریخی وجود داره، 7 پروژه تکمیل شده است نه 10 پروژه، و تکمیل این کار به بار آقای جوینده به عنوان یک باستانشناس دیگر ناممکن هست. آقای اکبرزاده، اول خوب برداشت شما از گپای پیشتری ما چیزی گفتیم، شما برداشتتان بخیلیم که
مطابق چیزی که ما نظر خود ابراز کردیم به او ترتیب نبود. بله میشیم حالا ما گفتیم که ما گفتیم اگر پول سرازیر شوه یعنی میال ما وعده میتیم با مترتیبی که ده ابیده تاریخی ساخته شده هفت نیست بلکه ده ابیده است یکی که شما شمار کردیم. بله کدام ها هست آقای بولی؟ ده ابیده تاریخی که جور شده بله امکان داره در طول امسال ده ابیده تاریخی دیگر جور شود. بله آقای ولی یک مسئله که این ده ابیده خیلی اندک هست و انگوش شمار است. آقای جوینده اشاره کردن هفت ابیده را شما میشه ده ابیده را تشریح بکنید و بگوین کدام ها هست؟ یعنی ده ابیده خود کلی در ذهن ما نمانده یکی که افتتاح کردیم ده ابیده تاریخی در غزنی افتتاح شده در موجودیت خود پشتون صاحب و در موجودیت خود وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ ده ابیده تاریخی کاملا تکمیل شده برای ده ابیده تاریخی پروگرام جور شده که امسال کار سرشان شروع شوه و ده ابیده تاریخی اشارده برای سال 2013 میمانه که تمام اکتبر ما وقت داریم یا ایره تصحیح بکنیم که ما نگفتیم که هر چیز گل و گلزار است اما ما کسی هستیم که مایوس نیستیم بله دیدگاهتون بیشتر مثبت هست کسی هستیم که شکست نمیپذیریم ما این شکست نپذیرفتن کار خوبه اما عمل باید وجود داشته باشه ما برای ملت خود میگیم تا مای سوار وزارت مالیه بودجه را اجرا بکنه تا آخر مای سوار وزارت مالیه بودجه خود اجرا بکنه پروژه هایی که مربوط به ولایت است که میمانخانه است مسجد است و 50 بنای رهایشی است ما تضمین میکنیم که تا مای سرطان اگر نشود تا مای اسد همیشه و اگر پول نباشد دیگه کار صورت نخواهد اگر پول نباشه ملامتی بازمانه داریم بله به حسن سوال ها فساد آیا باعث از شده تا نهادهای کمک رسان فساد در غزنی اگر فساد مرکز باشه باعث اینمی چیز داشته باشه او را ما میپذیریم میپذیریم که هست یا باشه هست فساد در کجاست فساد شاید باشه در ادارات فساد باشه شاید باشه یا هست هست در کجا دیگه در کلگی ادارات است در کل ادارات در اکثری ادارات است در مملکت ما متاسفانه که یعنی مشکلی عمده کشور ما فساد اداری است بله در این شکی نیست که فساد اداری است هر کس اعتراض میکنه است اما چیزی که باعث پسمانی پروژه در غزنی شده فساد اداری نبوده در وقتی که ما رفتیم غصب زمینم صورت نگرفت الحمدلله بله این غصب آبادات تاریخی جاهایش سابق غصب شده دیگه شکی نیست اکنون نیست مساجد جور شده اکنون نیست ما بسیار کنترل کردیم حتی دیگه روزا که وزارت دفاع قسمت در ابیدات تاریخی به قرارداد داده بود نصف شب 8 بجه شو وزیر صاحب با ما موافقه کرد تمام دیواره شو ایران کرد که پالوی سرک بود اما غصب در وقتای گذشته صورت گرفته دیگه شکی نیست یک مسجدی که برای 1000 نفر به کار بوده در اوج یک دیوار دور داده که تقریبا در او 20000 نفر جای میشه یعنی می یک غصب است برای ابیدات تاریخی فعلا که ما رفتیم در قسمت های ابیدات تاریخی الحمدلله که غصب وجود نداره چیزی که ما ارزومندی داریم بله. او عبارت عزیز باش تکرار میکنیم دیرو در شمشاد تکرار کردیم صبح کی در ژوندون امروز از طریق تلویزیون شما اگر پول سرازیر شوه تا آخر ماه سوار بله اگر اطمینان از طرف وزارت مالیه و ارگانهای مربوطه داده شود تا آخر ماه سوار این 10 میلیون دلاری که در سالهای گذشته کسی به مصرف نرسانیده بود ما تا ماه سرطان و اسد به مردم خود وعده میتیم که ایره به مصرف خوب میرسانیم از پول کم استفاده زیاد اینمی چیزایی که ما برای شما نام بردیم که مسجد است میمانخانه است و ای 50 منزل رهایشی است ما به مردم خود وعده میتیم که تا ماه پیش از مای سمبول اگر این پول هم دریافت بکنه با باور آقای جوینده چون این کار محال از دیگر که تکمیل شود با ویژه مرمت آبادات تاریخی عبیدات شما چی میکنید؟ عبیدات تاریخی دو عبیده تاریخی بسیار مهم است که دو منار است عبیدات تاریخی دیگه ای که ترمیم شده اید عبیده تاریخی اگر به عین ترتیب ترمیم بکنه وزارت اطلاعات و فرهنگ قابلیتی را داره مثل که جوینده صاحب گفت ما به این موافق هستیم و این پیشنهاد ما بود از اولم که شما این عبیدات تاریخی را به یک قراردادی نتین کاری که وزارت اطلاعات فرهنگ انجام داده و پنج قراردادی باید میداد این گناه وزارت اطلاعات فرهنگ است موازی میگیم ایوازی که به یک فردی که اون فوت کرد به یک نفر این ابیدات تاریخی را به قرارداد داده بود باید این ابیدات تاریخی بودجه داشتن بین چندین شرکتی که در قسمت مهارت خاص داشتن تقسیم میکرد امسال تکمیل میشد این گناه از اون است
حالی ما میگیم 20 ابیده تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ امسال به قرارداد بیته، هر 20 ابیده تاریخی اینقدر بزرگ نیست بدون دومنار که امسال تکمیل نشود. بو خطر ما مایوس نیستیم، بازم تکرار میکنیم در صورتی که پول سرازیر شود، پول سرازیر شود، ابیده تاریخی هم جور میشه، مرکز ثقافت اسلامی هم. اگر پول به این ترتیب سرازیر میشه که ما دیروز یک مذاق کردیم که مثل که نمک آدم در نمکدانی از بالا میاندازه، اگر به این ترتیب پول سرازیر میشه باز ما مایوس هستیم و این ملامتی و این گناه میره به کسانی که بیننده با روایت دیگر از طلوع شبکه جهانی طلوع نیوز هستید. یک مسئله ای که والی غزنی اشاره کردن بیشتر به این بود که این آبادات تاریخی که برای مرمت کاری برای شرکت ها داده میشد گناه وزارت لات فرهنگ است. ما در تلاش ازی بودیم که نماینده وزارت لات فرهنگ را هم داشته باشیم، اما متاسفانه حالا حضور ندارند. موضوع دیگر موضوع فساد بود. والی غزنی به این باور است که در تمام ادارات فساد وجود دارد. حال از خانم زیایی میپرسیم که چقدر به عنوان خانم رضایی میپرسیم که به عنوان نماینده مردم غزنی تا چه حد از این فساد آگاهی دارند و تا چه حد برای شفافیت مصرف پول در غزنی آگاهی وجود دارد. خانم رضایی در رابطه با فساد اداری من فکر نم که مثل که در کنفرانس های جدی بین المللی در مورد افغانستان گفته شده، بحث فساد در افغانستان در ادارات مختلف افغانستان بحث نیه که نماینده مجلس بتونه او را این کار بکنه. واقعیت تلخ جامعه فعلی افغانستان و حکومت داری فعلی در افغانستان بحث فساد اداری که هیچ کس نمیتونه این کار بکنه. اما در رابطه خاص آگاهی مشخصا ما میخوایم مشخصا در مورد فساد در بخش آبادات تاریخی، چیزی که مهم است، سه بحث مهم در ولایت غزنی وجود داره. اول فرصت زمانی 2007 تا 2012 به شدت ضایع شده توسط حکومت افغانستان. 2012 یا 2010؟ 2007 تا 2012 که حالا قرار داریم و شاهد انکشاف خیلی برجسته در مورد ثقافت اسلامی نیستیم. از سال 2007 که اعلان شده که در سال 2013 غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی شناخته شود تا امروزی که ما در 2012 قرار داریم، ما شاهد انکشافات بیشتر در ولایت غزنی. از این جهت که ما میخواییم بگویم که وقت در ولایت غزنی ضایع شده. بحث دومی که ما با باور ما در کنار بحث فساد و عدم اعتماد بعضی از کشورهای کمک کننده در این پروژه شده، بحث ایه که بحث ولایت غزنی را به عنوان یک بحث ملی مطرح نشده، همواره بحث منحصرا به ولایت غزنی مطرح شده. در بودجه سالانه هم داد و فریاد های وکلای ولایت غزنی حتی در پارلمان هم زیاد مورد شنیدن قرار نگرفته و در ادارات حکومتی افغانستان هم 2 میلیون دلار داده شده به یک ولایت عقب مانده، 1.5 میلیون دلار داده شده به ولایت غزنی، 3 میلیون دلار مثلا داده شده به ولایت غزنی. بحث سومی که به باور ما تمام مشکلات را به وجود آورده، بحث ناهماهنگی میان ادارات مختلف افغانستانه. امروز اگر از وزارت انکشاف شهری پرسیده شود، مسئول تمام گپا وزارت مالی افغانستان را میداند که پروسه انتقال پول صورت نگرفته. اگر از والی صاحب ولایت غزنی پرسیده شود، مثلا بحث ادارات مرکزی بیشتر مطرحه. اگر از وزارت اطلاعات فرهنگ پرسیده شود، عین حالته. ولی اگر از وزارت مالی افغانستان پرسیده شود که چطور بحث ولایت غزنی تانوز نتانسته پیشرفت داشته باشد، بحثیه که توسط مقامات مسئول وزارت های سکتوری که واحد های بودجوی هستند، پروژه های مشخص در موارد مشخص پیش بینی نشده. نماینده وزارت شهرسازی و مسکن میگن که طرح شما آماده است و تکمیل هست، نزدیک به 1 میلیون دلار مصرف هم شده و نزدیک اگر پول داده شوه این کار تکمیل میشه. من باور میه که ما گزارش را داریم، هفته پیش ما یک جلسه داشتیم که به حضور داشت والی صاحب و یک تعداد مقامات مسئول از جمله معین وزارت مالیه بود. من سوال جدی داشتم در ارتباطی که پروژه هایی که در سال گذشته عملی نشده چرا جزء پروژه های انتقالی قرار نگرفته. به این معنا که اگر 10 میلیون دلار تخصیصیه داشت ولایت غزنی، فرض کن 5 میلیون دلار تخصیصیه در نظر بگیریم از سال گذشته، وقتی 10 میلیون امسال به عنوان وجه احتیاطی به خاطر مرکزیت ثقافت اسلامی برای 2013 غزنی در نظر گرفته شده، حداقل امروز ما 15 میلیون دلار هزینه می داشتیم برای غزنی. جوابی که داده شد این بود که پروژه ها انکشاف نکرد، هیچ گونه آغازی در رابطه با پروژه ها صورت نگرفته، بنابراین نمیشه پروژه ها رو جزء پروژه های انتقالی قرار داد. آقای سوال اساسی در پروژه ها هیچ گونه انکشاف صورت نگرفت و باعث از این شد که در واقع پول دریافت نکنه. من اساسا میخوام یک روشنی بهتری بندازم پیش از این خدمت مقاله شده سرم خودم. ببینید پارسال در کمیسیون وقت، البته 3 دوره کمیسیون تعیین شده، کمک روشنی بندازیم، در اول کمیسیون 6 نفره با صلاحیت به فرمان رئیس جمهور تعیین شده بود که اگه میخوان اعضاش رو ازل بگم، بعدن ریاست کمیسیون به خود وزارت اطلاعات و فرهنگ بود، بعدن ریاست کمیسیون رفت به دفتر مارشال سی، بعدن بالاخره ریاست کمیسیون به غزنی تحت نظر والی سی. در پارسال 10 میلیون دلار بالاخره دولت تصمیم گرفت برای آماده سازی غزنی اختصاص داد. اعضای رهبری کمیسیون 6 تن تقسیمات کردن که وزارت‌ها زود دست به کار شن، که از جمله 2.5 میلیون به یک ارگان و 500 به یک ارگان و 1000 به یک ارگان، 2 میلیون هم
به وزارت امور شهرسازی اختصاص داده شد. وزارت امور شهرسازی چی کرد؟ 1,700,000 رو دوباره روان کرد به وزارت اطلاعات و فرهنگ و 700,000 که مصرف کرد که نقشه رو تکمیل کرد که بیشتر از 50-60 نفر متخصص افغان بزرگترین افتخار به دست آوردن، تی اشنما کار کردن، همزمان زیاد امکانات تهیه کردن، میفهمین کامپیوترها و پلاترها و امکانات که فعلا 5 تیم بزرگ ماستر پلان سازی شهر بزرگ افغانستان از این مواد استفاده میکنن، میال کار میگیرن. این به این معنی است. اما آقای رحیم، به این مسئله طرح که بیشتر شما افتخار افغان ها گفتین، یک منبعی که از خود حکومت افغانستان است میگه که اون طرح که پیشتر از اون طراحی شده بود مورد قبول نشد و بالاخره دانشگاه آخام آلمان این مسئله را پذیرفت در قبال 80,000 دلار. نه، او دیگه چیز است. دانشگاه خود آخین آلمان اینها به مو زمان رهبری وزارت تصمیم گرفت برای اول طراحی غزنی. اونها فقط بر روی کاغذ یک دو برنامه‌ریزی ابتدایی خود کردن که چطور غزنی را به سه پایتخت جهان اسلام شناخته بشه، که او قراردادشون 150,000 دلار یا 100,000 یورو بود در مو زمان که مقدار پیشش بردن، مقدارش مانده، یک مقدار کارم کردن که روان کردن به شکل یک فایل به دفتر است. اما طراحی و نقشه و کار امکانات نیست. آقای رحیم، یک مسئله دیگر مسئله امین مصرف پول است. شما گفتن که 2,000,000 دلار که به وزارت شما برای بازسازی این مسائل تخصیص داده شده بود، نزدیک به 1,000,000ش بالای طرح این مسائل مصرف شد و دیگه پولش به وزارت اطلاعات فرهنگ تعمیر. چرا این پول شما نخواستن خودتون مصرف بکنید؟ کارم تمام شد. ما طراحی نقشه بعد تصمیم بیشتر که یعنی این پول اضافه تر از اون چیزی بود که شما توافق می‌بردید؟ در روز زمان بود مسئله ساختار پروژه بود. تصمیم بیشتر که ساختار پروژه رو ما نمی‌ساختیم. فقط تنها طراحی نقشه رو ما تکمیل کردیم که بود تکمیل. سپاس. آقای جوینده، یک مسئله که از گفته های آقای اکبرزاده، خانم رضایی و آقای رحیم بیشتر نفهمیدم که بالاخره این سردرگمی که بیشتر مطرح میشه بحث پولی و این مسائل در کجا است؟ مشکل در چی است؟ اجازه پیش که سوال شو یک مزید دیگه کمی عقب تر بریم. اول این تصمیمی که در سال 2007 گرفته میشه که در سال 2013 غزنی به اسم مرکز ثقافت یا تمدن اسلامی شد، این تصمیم بسیار عجولانه بود. ما باید جاهایی که آیا از نظر امنیتی، از نظر اقتصادی و تمام مشکلات دیگه وجود آیا امکان از این بود که ما غزنی در سال 2013 آماده می ساختیم؟ قسمی که خانم رضایی گفتن شما در سال 2007 تا 2012 کاری صورت نمی گیره و هر کاری که صورت می گیره بعد از سال 2012 که ولی سبب هم مسئله دیگه است. مسئله دیگه که ما باید برتون بگیم، مسئله که بنای سگاد مسئله باید بخش شما یاد کنیم، این مسئله هست که شما ببینید که قراردادهایی که وزارت اطلاعات کلتور با شرکت های ساختمانی و ترمیمات میته، ریاست آبادان تاریخی هیچ نقشی در تعیین از قراردادها نداره. یک قرارداد در ریاست اداری و ریاست پلانی وزارت اطلاعات فرهنگ صورت میگیره، به مخاطر است که کمپانی های اساسی در اینجا پیدا نمیشه. فکر میکنید چرا این کار صورت میگیره با توجه به این مسئله که اهمیت این مسئله را همه میدونن؟ ممکن هر کس در هر اداره که هست میخواد که قلمرو و امپراتوریش وسیع‌تر باشه. بنام در حالی که کاری ریاست آبادان تاریخی است، ولی ریاست اداری وزارت اطلاعات فرهنگ یا ریاست بودجه وزارت فرهنگ رهبری میگیره. میایم سر بخش دوم سوال شما. آلی هم بین 10 میلیون دلار بودجه است که از جمله 2.5 میلیون دلار در اختیار وزارت اطلاعات کلتور گذاشته میشه، ولی در مجموع 24 پروژه یا 25 پروژه که جناب اکبرزاده صاحب گفتن و معلوماتی که من امروز از ریاست آبادان تاریخی گرفتم، ابی شما اگر 30 میلیون دلار هم در اختیار آبادات تاریخی افغانستان بگذارین، و چیزایی که ما هدف برای خود قرار دادیم به یه هدف رسیده نمیتونیم. اولی که ظرفیت ها محدود است، دوم که قراردادها از شفافیت برخوردار نیست، سوم قراردادها به کسای اصلی داده نمیشه که اینا تجارب کاری دارن. آقای جوینده، به یک مسئله خاص اگر اشاره بکنین، خانم رضایی هم گفتن که بحث تخصیص پول به این مسئله سوی وزارت مالیه افغانستان یک بحث جداگانه است و با توجه به این بی‌برنامگی هایی که بیشتر مطرح بوده این پول هم دریافت نشده، چیزی که آقای رحیمی رد کردن، شما چگونه میبینید؟ من مطلق با خانم رضایی موافق هستم که متاسفانه طوری هست که عدم هماهنگی بین ارگان های مختلف در اداره دولتی افغانستان، ولایت غزنی با وزارت مالیه، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت شهرسازی، وزارت حج و اوقاف، اینا باید کمیته واحد انسجام امور باید ایجاد چیزی وجود نداره؟ چیزی که وجود نداره. آیا این کمیته؟ اجازه میتی؟ بله بفرمایید. این کمیته انسجام باید وجود داشته که در پالوی از نمایندگان ولایت غزنی هم باید در این سایه می بودن. ولی متاسفانه کار صورت نگرفت. یک رئیس جمهور یک کمیسیون از بالا تعیین میکنه بدون اینکه این افراد در ارتباط غزنی، بناهای تاریخی غزنی و آثار تاریخی فرهنگی و امکانات مادی و تکنیکی و امکانات عملی که آیا امکانات موجود است یا نه، اینا در بالا میشنن یک سری مصوبات میگیره. که مصوبات باعث بالاخره وزارت مالیه پول به موقع نمیده،
وزارت اطلاعات فرهنگ پروژه خود موقع ترک نمیده، قراردادها به دیگه شکل، وزارت شهر سازی هم به میشکل با میسوز که ببینید که هر کس مسئولیت ها رو تقسیم میکنه. موسی رضایی آقای اکبرزاده، یک مسئله که مطرح میشه، آقای جوینده اشاره کردن که کمیته منسجمی که بتونه برنامه را بکنه و بیشتر از نماینده های مردم غزنی از شما وزارت هایی که در این بخش مسئولیت دارن وجود نداره، واقعا چنین است؟ یعنی هماهنگی در کل وجود نداره؟ نظر ما خو است که باید این پروژه من حیث مثل کمشیره گفت من حیث یک پروژه ملی گرفته میشد. چرا نشد؟ باید میشد. چرا نشد؟ این که نشد چون در کابل مقامای بلند بود، ما روی اونها چیز گفتن نمیتونیم. چرا نشد؟ زمانی که شما رو در رأس این کمیسیون قرار دادن شما نگفتن که باید نماینده های مردم هم باشن؟ ما این میال شکایت میکنیم که تنها یک لفظ به غزنی انتقال داده و هیچ صلاحیت برای ما انتقال نداده. باید این یک پروژه ملی می بود. اینمی امروز که ما اینمی پولی که برای ما حواله میشه، وزارت مالیه گفت که شما ارگانی بودجه‌ای نیستین، پول شما باید از طریق ارگان محل برای شما بیه. ما بگیم که اگه یک پروژه کشوری و پروژه ملی می بود و بالاتر وزارت ها می بود، این پروژه به پای اکمال می رسید. ما نتانستیم که یک پروژه را از ارگان مربوطهش در مدت 4-5-6 ماه پاس کنیم سال گذشته، در سال 2011 و یک کندی به بار آورده. آقای اکبرزاده، یک مسئله که شما گفتن که اگر در رأس کمیته هم هستن صلاحیت ندارن، چی امیدواری وجود داره که پس صلاحیت دریافت بکنن؟ ما پشت صلاحیت دیوانم نیستیم و صلاحیت نمیخوایم، ولی نیاز هست به این مسئله. اما علی پیشنهاد میکنیم، چون یک پروژه ملی است، به رئیس به دولت میره پیشنهاد کردیم، با وزیر صاحبان پیشنهاد کردیم، با وزارت مالیه پیشنهاد کردیم که این پروژه نباید با وزارت های مختلف بسته شوه، یک مرکز ثقافت اسلامی ساخته میشه، احتمالا که آخر این یک پوهنتون معدنشناسی شوه. این من حیث یک پروژه شما حساب کنین که مسجد با وزارت حج و اوقاف ارتباط نتین، میمانخانه را با پوهنتون ارتباط نتین، عالم اگه این پروژه ها را با ارگان های مختلف ارتباط میته، ما مایوس هستیم از انتقال پیسه. ما حالا هم خواهش کردیم اگر در مدت اینمی دار روز پول به غزنی انتقال نشوه، اگر در مدت 13 روز پول به وزارت انکشاف شهری انتقال نشوه، 10 میلیون دلار و 5 میلیون دیگه که با ما وعده کرده انتقال نکنه، ما از اینمی ریاست بنام استفا میتیم. و از پست ولایت غزنی چیگونه؟ از پست ولایت غزنی به ارتباط 2013 رفتیم، مگر بفهمیم که پروگرام غزنی ناکام میشه، ما با بودن من حیث والی در یعنی استعفا میتن در صورت. یک مسئله دیگه که آقای اکبرزاده مطرح میشه بدور از چگونگی مرمت این آبادات تاریخی و آمادگی غزنی بر سال 2013، مسئله امنیت است. میپذیرین که در تامین امنیت ولایت غزنی ناکام بوده؟ نمیپذیریم. ولایت غزنی نسبت به ولایت های دیگه بسیار خوب بوده. بله. امروز در مرکز شهر بالای مکتب حمله مسلح هست. این مطبوعات ما مطبوعات خواهش میکنیم. وقتی که ما فارغین داشتیم تقریبا در حدود 8000 نفر از سمپ 12 و با کانکور امتحان شرکت کردن، یک تلویزیون ایران نشر نکرد و امروز که دو مرمی پی آر تی در بین را تیر میشد جای فایر کرده و در پای دو نفر خورده، ایران من حیث یک چی نشر پی آر تی این فایر را وقتی که ما از امنیتی ملی پرسان کردیم، وقتی چون در را تیر میشد فایر کرد و فایر آمده به دو متعلم کمک سطحی زخمی شدن. ما از مطبوعات خواهش میکنیم که نکات مثبت ما را چرا نشر نمیکنن. حالا اینجا حضور دارن نکات مثبت تون شما خود اشاره کردن، برتان میگه فرصت برای این مسئله است. اینمی نکات مثبت برتان بگیم. در طول اینمی سال 90 ما یک حمله راکتی نداشتیم، چرا نشر نکردیم؟ در طول سال 90 ما بیشتر از این یک نقد گوارش شد عملی راکتی گفتین آقای اکبرزاده. یک مسئله که شما بیشتر از این بگذارید از این مسئله شروع کنید، همون عملی راکتی را که شما گفته بودین بالای شهر نباید فایر کنن، مسئله شما بود، اون اون پروپاگاندا تلویزیون بود، او این چیزی بود که مثل که آدم بگه ولا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، یعنی میره شما انتم سکارا دور کرده بودین ولا تقربوا الصلاه نشر کرده بودین. ما دو قسمت ما پیشتان شاکی هستیم. بیان که نمی گپ ما را بگیرین تلویزیون دو که در طول امسال حملات راکتی نداشتیم، چرا دستاورد حساب نمی کنین؟ در طول امسال بالای تاسیسات دولتی هیچ حمله نداشتیم، چرا نشر نمی کنین؟ در طول امسال حمله انتحاری نداشتیم، چرا نشر نکدین؟ در طول امسال حملاتی که پی آر تی ها کرده و یا قوات ایصاب کرده نسبت به دیگر ولایت‌ها یک برصدم حسش تلفات ملکی نداریم، چرا این نشانه میکنیم؟ بله خوب است که شما در طول امسال چیز پروژه هایی که ما تدبیر کردیم بالا یک قراردادی و بالا یک پروژه حمله نشده،
بین نقاط مثبت مرهم سپاس شما بنشر بر خوب است که شما امروز جناب والی اشاره کردین. بیننده بر روایت دیگر از طلوع شبکه جهانی طلوع نیوز هستید. دو پیام رحم از صفحه فیسبوک بر روایت دیگر. سالار شالیزه نوشته تا زمانی که کار به اهل کار سپرده نشود با سودی و پیشرفت در هیچ عرصه‌ای در کشور امکان پذیر نیست. موضوعی که در غزنی جریان دارد، کسی که لیاقت گرفتن یک پست را ندارد و در آن پست کار میکند هم یک خیانت ملی است و خائن ملی گفته میشود. بهترین راه حل نه تنها برای ترقی ولایت غزنی بلکه در مجموع در کل افغانستان یک تعهد ملی نیاز است که تمامی افغانان با خود تعهد بکنند که اول خود برساند و بعد به شکل تدریجی در پست ها با گذشت زمان و عقد تجارب به سود کارها به سودمندی و کارها بپردازند و تنها با امان ماشه که داده می شود قناعت کنند. مهناز مینا نوشته غزنی یکی از ولایات باستانیم است که پیشرفت و ترقی به صورت آهسته انجام می گیرد. با گذشت زمان دولت مردان باید بدانند که کدام چوکی را به کی بسپارند. عبدالسمی کاویان نوشته جای تاسف است که کار شهر باستانی غزنی با تاخیر مواجه است. مسئله امنیت، ولی غزنی بیشتر تاکید بر این مسئله دارد که در یک سال گذشته خیلی ها کاهش چشمگیری در حمله مخالفان وجود داشته است و آن مسئله راکت پراگنی را که بیشتر از این مطرح می شد گفتند که توجیه وجود نداره و کاملا اشتباه است. خانم رضایی واقعا چون این چیزی است امنیت تامین است؟ در قسمت حرفایی که والی صاحب گفته، خود والی صاحب تشریف دارن اینجا، میتونه که پاسخ خود والی صاحب داشته باشن. اما در قسمت امنیت من میخوام یادآوری بکنم که ممکنه حملات راکتی در جریان سال گذشته اتفاق نیفتاده باشه، اما من میخوام یک نقطه دیگر آغاز بکنم که زمانی که یک دختر و پسر در ولسوالی اندر ولایت غزنی به هر دلیل، یا به دلیل ناامنی یا به دلیل مشکلاتی که از هر لحاظ وجود داره، از مکتب باز میمانه، برای من وکیل هیچگاه دلیلی نمیمانه که فرصتی از دست رفته دختر و پسری که در اندر امروز از مکتب باز میمانه. من معلوماتی که داریم از منطقه، البته تنها منحصرا به اداره فعلی ولایت غزنی نه، در گذشته ها می مشکل وجود داشته بوده، معلومات وجود داره که در اندر ولایت غزنی مشکلات وجود داره در عرصه مکتب، در عرصه معارف. امروزه فرصت خیلی از دخترها و پسرای ولایت غزنی عملا به طرف ضایع شدن پیش میاد که هیچ وقت بعد از 5 سال نه من وکیل جبران میتونم، نه والی صاحب و نه رئیس جمهور افغانستان، هیچ کس نمیتونه فرصتی از دفتر رفته دختر، از دفتر رفته دختر و پسری را که در قرن 21 زمینه رفتن به مکتب برشان فراهم نشده، این فرصت را جبران بکنه. بیننده بای روایت دیگر از طلوع شبکه جهانی طلوع نیوز هستید. به عنوان آخرین پرسش، آیا سال 2013 به عنوان یک پیروزی و سربلندی برای افغانستان ثبت خواهد شد یا در تاریخ افغانستان به عنوان یک ناکامی؟ آقای جوینده اگر کوتاه اشاره بکنید. خب من فکر هنوز هم فرصت های بسیار ناچیز باقی هست، ولی حداقل اگر ما بتونیم یک سری کارا رو انجام بدیم، یک بینی خمیدی خواهد شد. ولی آنچه که جهان از ما توقع داشت و ما توقع داشتیم در سال 2013 سیزر دستور داشتیم، به هیچ وجه هنوز به اون نرسیده ایم و هنوز هم فرصت ها کافی است. ما امیدوار هستم که دولت افغانستان یک فشار قوی متمرکز برای غزنی 2013 روی دست بگیره و از بروکراسی، کارشکنی و از فساد اداری جلوگیری شود. مطمئن کاری بهتر انجام خواهد شد. آقای اکبرزاده، آیا واقعا اگر این کمک ها هم صورت بگیره، به قول آقای جوینده، این به مفهوم امون یک بینی خمیدی خواهد بود؟ این ضرور نیست که ما یک ترین داشته باشیم در غزنی که مردم دو بگرده، و این ضرور نیست که ما بلند منزل ها داشته باشیم. این ضرور است مثل که آقای جوینده گفت که تماما ابدات تاریخی ما ترمیم شود و این مرکز ثقافت اسلامی که ما به هموطنان عزیز خود اطمینان دادیم اگر پول تا آخر ماه سوار برسه، مراسمی که در اوجا برگزار میشه، یعنی می دو پروژه که تکمیل شوه، انشالله که زیر بناها تکمیل میشه و بینی خمیرینی، بلکه یعنی یک به اصطلاح یک نام نیک و یک تاجایی که سر ما حق داشت و را کسی باورمند است که ادا کردن افغانستان دریافت خواهد کرد. باورمندی شما به عنوان ولی تا چه حد است؟ یعنی پول سرازیر شوه. بله، همه چیز مسئله پول است. آقای رحیم شما چیگونه میبینید؟ من فقط تنها ناممکن میگم، به این دلیل فضل الله تعالی به فیصله که به طی هفته گذشته شد و امروز در وزارت مالیه 10 میلیون دلار اختصاص داده شد که تا آخر هفته ان شاء الله 5 میلیون دلار رو انتقال میکنه برای بر دستگاه ساختمان بنای بر ساختن پروژه و 5 میلیون هم به پروژه‌ای که خود جناب ورت مطرح کردن. ما به امیدوار هستم اگه چنین باشه، به می روالی که 2 میلیون دیگه بعدن می 7 میلیون 7 میلیون به سال آینده دیگه وزارت محترم مالی فیصله کردن، این کار میکنن، قول دادن، دعوت کردن و کار هم تکمیل میشه و کار ان شاء الله اگر در کدام چالش خاص امنیتی یا مشکل دیگه نباشه، نظر به پروسی کار به شما یک نوید میدم. ملت افغانستان، ما از شروع سال گذشته دستگاه بنای آماده کار بود. بله، به این مسئله پیشتر اشاره کردن. خانم رضایی اگر خیلی ها کوتاه اشاره بکنید، شما به عنوان نماینده مردم چقدر امیدوار هستید؟ کوتاه خیلی اول ما میخوایم بگوییم که 10 میلیون دلار توسط وزارت مالیه تخصیص نیافته، بلکه در بودجه سال 1391 به عنوان وجه احتیاطی برای مرکزیت ثقافت اسلامی از او تذکر رفته و در پارلمان پاس شده. یک موضوع
موضوع دوم که موضوع مردم میگن نشود به این هفته که تصمیم گرفته خلاص در بودجه مورد تصویب قرار گرفته، یعنی چیزی نیست که وزارت مالیه بخشیده باشه به ولایت غزنی. در بودجه ملی سال 1391 در پارلمان افغانستان مورد تصویب قرار گرفته، این بحث 10 میلیون دلار. ولی بحث ما اگر واقع بینانه ممکنه چیزی را که والی صاحب گفت منزل رهایشی، منازل رهایشی، مهمانخانه و این مسائل مورد نظر قرار بگیره، ولی اصل پروژه با می روندی که تاکنون جریان داشته بوده اگر روند سریعتر نشود بدو با می روند فعلی ما فکر نمی کار به جای نخواهد رسید. بیننده بر روایت دیگر از تولو و شبکه جهانی تولو نیز بودید. آقایان موسی خان اکبرزاده والی غزنی، میر احمد جوینده باستانشناس، عبدالواسع رحیم نماینده وزارت شهرسازی و مسکن، خانم شاگل رضایی نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان میمانان برنامه کندی بودند. باسپاس شما که تا حال بینید این برنامه بوده. شما می توانید در تولو.com صفحه بر روایت دیگر نیز این برنامه را بیننده باشد. تا هفته دیگر در همین جا در همین ساعت بود.